سلام بر همگی، سلام بر دوستان عزیز. پرشه این هفته پرشه ویشلخ، اگر برگردیم به پرشیوت از برشید شروع کردیم، متوجه میشیم که خداوند داره به ما یاد میده که آدمیزاد چگونه درست شده و وسیله‌ای که خداوند برای ما فراهم کرده که این آدم بتوانه ترقی کنه. امشب میخواییم نگاه کنیم شکل این آدمی که تورا تعریف میکنه. آدمی است که توانسته به اون هدفی که خداوند براش منظور کرده رو به حد کمال انجام بده. و اسم این موجود پارسوف یعقوب. یعقوب حکایت میکنه از تن آدمی که فکرش تعلق به تورا داره، خخماش تعلق به خخمای تورا داره، بیناش بیناییش تعلق به تورا داره، تنش، کلیت این تن، اسمش یعقوبه. این تن قدرت داره که دو فکر رو با هم یکی بکنه. در وجود آدم دو نوع فکر هست، یکی که فکری که در عقل خود، در ذهن خود من انجام میدم، فکر میکنم، و بعد یه فکری هست که از عقل داده میشه به قلب، چون در دنیای عقل کاری انجام نمیشه، فقط فکره. یک نیروست به اسم فکر، ولی این فکره که موقعی که پخته شد و داده شد به بدن، این کار قلبه که چگونه این فکر رو به نحو احسن نمایان کنه. از عقل به قلب دریچه‌ای هست به اسم چشم. چشم دریچه این قلبه. فکر من شروع میشه از این نور چشم که بهش میگیم بینایی. فکر من شروع میشه از یک خخمایی، چون نور چشم نور خخماست. ولی ملخوت این چشم، یعنی اون ظرفی که این نور رو آشکار میکنه، رو بهش اسمش بیناییه. خخما نیست، بیناییه، همینجوری که ساعت قبل یاد گرفتیم. این بینایه یک ملخوتی داره، خودش هم یک جوری باید توی سر نمیتونه آشکار بشه. فکر باید بره تو دنیای خلقت، فرم بگیره، شکل بگیره، شمایل پیدا کنه و بعد عملا خودش رو نشون بده. میبینیم
که اینجاست که تورا احتیاج داره این تن کامل رو نشون بده. تن یک شروعی داره و یک تمامی داره. تن از شونه ها و دو دست و این تن شروع میشه تا بریت، تا دو تا پای ما، کمر، آخر تن آلت طبیعی ماست که به اون آلت ختم میشه. پس ختم بدن اون آلته، به اون آلت میگیم بریت. بریت یعنی عهد. این بدن عهد خودش رو به حد اعلا، مثل یک صدیق که اسمش یوسف حصدیقه، چون این بریته پایین این تنه، آخر این تنه، خداوند آلتی رو گذاشته که قدرت خلق کردن داره و اسمشو گذاشته بریت. موقعی که پدر تصمیم میگیره برای فرزند، بریت میلا، عهد میبنده که این فرزند هدف زندگیش دانایی تورا و وفای عهدی است که تورا به عنوان کتوبا بین قوم یهود و کدوش بارخو الهه اسرائیل بسته. اون تنی صدیق، چون یعقوب به ما یاد میده فکر صحیح یک صدیق، مثل یک صدیق، فکر یک صدیق از کجا شروع میشه، به کجا تمام میشه، که نتیجه یه اون اتمام حاصل و محصول فراوان داره، مثل کلیت بدنی که میگیم ال تولدوت یعقوب یوسف، یعنی یعقوب و یوسف یکی هستن، یک بدن رو تعریف میکنن. یوسف کلیت 12 شبتیمه که هر 12 در کرکتر و مزل خود و اون تکلیفی که خداوند، کرکتری که باید این شبت نمایان کنه با عنوان اسرائیل، بنی اسرائیل، 12 این مزلوت رو نشان دادن. این مزلوت رب دارن به فصل، فصلی که عوض میشه ماه به ماه. هر ماه یک فصله، 12 داریم، یعنی این که 12 مسئول و حاصل داریم. اینجاست که از شما دوستان عزیز میخوام یه قدری تعمق کنید، یه ذره فکر کنیم راجبه حاصل، لغتی که بهش میگیم حاصل، حاصل زندگی ما چیه؟ حاصل یک فکر، حاصل رو میشه رشد، نمود، افسایش، ترقی که آدم میکنه حاصلش. همی قدری عمیق‌ترین لغات رو یاد بگیری. محصول چیه؟ فراورده، میوهی که به دست میاد، چیزی که تولید میکنیم، موقعی که تعمق میکنیم، تعمق کاشت، تعمق، هرچی بیشتر در تعمق میریم بیشتر محصول
محصول زیادتر میشه. مرور کردن محصول رو زیاد میکنه. اون چیزی که آیده فعالیت آدمه، عمل کردن آدمه، برگردان آدم رو بهش میگه محصول. هر دوتا اینا یکی هم واقعا، ولی در دنیای ما این دوتا فرق دارن. من ممکنه محصول زیادی به دست بیارم، ولی حاصلش، استفادهش چیزی بهم اضافه نکنه، افزایشی نبینم، سودی نبینم. محصول زیاده ولی هیچ افزایشی نیست. میتونه محصول زیاد نباشه ولی حاصل بسیار بالایی داشته باشه. میتونه محصول خوب باشه و حاصل خوب باشه، و همینجور میتونه محصول ولی خیلی بد باشه، حاصلش هم بده. پس آدم باید نگاه کنه به زندگی خودش. برای همین دو نقطه خیلی عطف مهم، قطب مهم کبالا به ما یاد میده، تورا نشان میده، روش هاشانه و پسخ. پسخ موقعی است که یتسیات مصرایم. کی بنیم؟ بنیم کیا هستن؟ بنیم اون محصول های سه تا پدر و چهار مادرن، محصول اونا. اونا کیان؟ اونا حاصل یک فکری. ابراهام اسحاق یعقوب حاصل یک فکری هست، و از اون حاصل که بهش میگیم ابراهام اسحاق یعقوب، که نمودار تکامل یک آدمی رو که تورا در نظر داره رو نشان میدن، این تکامل یک فکریست که با یک سوال شروع شده و الان آدمی هست که این فکر رو به ما یاد میده که چگونه بفهمیم، بدانیم اون چیزی که باید عوض کنیم. همین جوری که یعقوب توانست دی ان ای گوسفندها رو عوض کنه، یعنی دست ببره تو طبیعتشون. اگر میخواست نقطه نقطه باشن، نقطه نقطه میشدن با پیدا کردن مخصوف حلوان، سه تا چوب سفید. اینا جادوگری نیست. تورا داره با اینها به ما یاد میده که تیکون عالم، شیطوف دینیم یعنی چی؟ همین جوری که قبلا گفتیم، خیلی کوتاه میگیم، خداوند دنیا را اول کامل از اول تا آخرش با دین امت ساخت، از الف تا تا. هیچ کسری تو اون دنیا نبود، ولی با دین درست شده بود، یعنی با اور خخمه. دین موقعی که میگیم یعنی نوری که هنوز آشکار نشده، نمایان نشده. تا مادامی که کلیت امت تورا نمایان نیست تو این دنیا، دینه. موقعی که خداوند این دین قضاوت رو گذاشت، بعد گفت بو ایبنه اولم بخسه، بعد آمد دنیایی درست کرد، میخواست درست کنه با خسد. نور خسد یعنی نور احبا، اخدود، یکی شدن. مثل نور، مثل پرده سفیدی که تمام نورها رو به خودش قبول میکنه، خسد هم از روی احسانیت، از روی محبت، از روی عشق، از روی الهیت، از روی حق و امت
عمل میکنه. موقعی که خسد اومد تو دنیای دین که ایلیم شکستند، برای همین دنیای آمد، فکری آمد به اسم دنیای تیکون، اسم عالم اصیلوت، دنیایی که بیشتر از هر وقت میشه به خدا نزدیک شد و این دنیای فکره. از اون فکر خلقتی درست شد به اسم بریا، دنیایی درست شد به اسم یتیرا، دنیای فرم، شکل، شمایل و دنیای عمل، که بتوانه از این دینیمی که افتادن تو دنیای کلیپا، دنیای بریا و یتیرا سیا تو دنیای ما، ما با تسکیه کردن، با یاد گرفتن فکر این تسکیهی که یعقوب بود، بعد پگا به مکم و شد یعقوب با وو. 188 هفته پیش گفت یعقوب به یک گدلوتی رسید، به یک تکاملی رسید، و الان یعقوب رسیده به نقطه‌ای که با ملخ موت جنگید و موفق شد. موقعی که از مبر یبوک رد شد یعقوب و رفت دنباله پخیم کتنیم و با این نیروی ملعخ مب جنگید تا دم صبح، و او رو مطلع کرد که اسم او، به خاطر این که با ملعخ جنگیده و پیروز شده، ملعخ مب اسم او میشه اسرائیل. پس یک یعقوبی که 7 برخا گرفت از پدرش، بلعام 12 فرزند صدیقه، آمده میخواد با برادر خودش که از او تنفر داره واقعا صلح کنه و به زندگی خودش تو ارث اسرائیل ادامه بده. به این منظور و ایشلخ یعقوب ملخیم لفنب، جلو جلو، یعنی یعقوب به اون قدرتی رسید که بتونه با ملخیم، یعنی فرشته ها رو استفاده کنه برای جهت فرستادن و تأثیر گذاشتن کسی دیگری به اسم عیسی برادرش. ولی قبل از این که بریم تو این فکر، یعقوب کیه؟ رابطش با عیسیف کیه؟ فرق عیسیف و لبن چیه؟ ببینین، دنیای وجود آدم درست شده در دنیای درون و دنیای بیرون. دنیای درون همه چی با همه. موقعی که من یه حسی میکنم تو وجودم، تمام بدنم درونم یه حس رو حس میکنم. ولی دنیای بیرون تشکیل شده از جزئیات، دیتیل، ساتان، شیطان تو این جزئیاته. این دنیای بیرون ماست. لبن که دشمنه اینه که یعقوب هیچ وقت نتونه یه خود کنه، وصل بشه به کدوش پروخو. نیروی دنیای بیرون یک نیروی هست که منشأش از لبنه، و این به هیچ وجه نمیخواد که اسرائیل با خدای خودش یکی بشه، به هر وسیله‌ای که امکان داره، به هر صورتی که امکان داره، که در وجود من اجازه نده که من با خدای خودم نزدیک بشم. هر جا سنگ میذاره جلوی پا آدم که آدم موفق نشه. این نیروی عیسیه در وجود یک اسرائیل، درونش عیسی، نیروی پلیدی تاریکی درون یک اسرائیل، اون نیرویی که
به خدای اسرائیل رو میشناسه، ولی معتقد به این نیست که میتسوت و توراش رو مجری با احبت و یرعت هشم باشه. نه، قبول نداره که این دنیا یک دینی داره و یک قاضی داره. این عیسیه. یعقوب و عیسیه دو فکر رو نشون میدن. یعقوب ایش اوهلیم، اوهلیم حروف الهیمه، یعنی که یعقوب فهمیده که تیکون عالم دنیا باید به خست ساخته بشه، برای همینی که باید نیروی او بتوانه با شیطوف، با شراکت دادن دین الهیت، یعنی گرفتن قانون تورا و میتوب کردنش، با انجام دادنش، با مستقر کردنش، چه در خوردنم، در تمام اعمال زندگیم من گیرندم، هر وقت گرفتم اونجوری که خداوند صلاح و صحت میدونه در جهت گرفتن، چون نون خجالت نمیخوام بکشم، برای این باید کلی درست کنم، ابزار گرفتن رو درست کنم و این ابراز گرفتن از خدا، اون کوه، اون قدرت، اون لذتی که باعث مسبب میشه که من مسئول زیادی درست کنم، حاصل زندگی بهتری داشته باشم، بهش میگین خخمه. این اور خخمه، این کوه آدم رو من نمیتونم بگیرم مگر اینکه براش کلی خست درست کنم، چون خداوند میخواد دنیا رو با خسد درست کنه، با استفاده از خخمای او، از دین او. ولی اگه بخوایم دین تورا رو اجرا کنیم، دین سنگینه. پس باید چکار کنیم؟ باید نیروی سومی رو درست کنیم به اسم رحمیم. پس خداوند به ما داره یاد میده به وسیله یعقوب و یوسف، به وسیله یعقوب و یوسف، که جهت ساختن این دنیای خسد احتیاج داری به 13 میدوت رحمه. و این رو شروع کردیم تو کلاس دعت و تبونه. این 13 میدوت تا مادامی که مستقر نشن در عقل آدم، در ذهن آدم، مربوط به فکر منه، فکر من لازم داره که یک اندازه‌گیری هایی رو خوب بفهمه، چون اگر فکر من ندونه اون حد و اون دانایی که لازمه، اون نوری که لازمه، اون قدرت خیالی و فکری که لازمه که اجازه به من بده تعمق کنم، مرور کنم و لابلای خطوط رو یاد بگیرم که به این وسیله حاصل زندگی، ماه حسل زندگی خود رو به حد اعلی برسونم. به این یعقوب مخالف این فکر در وجود ایسه، در بیرون لبنه، دنیای شک، دنیای عملک، دنیای ترس، دنیای تاریکی، اون یه جنگ خودشو داره، ولی یه جنگم داریم درون با عیسایی که درون ماست. ولی چرا خداوند یک همچین نیروی که عین شین واو میشه شالوم، شالوم، همادامی که عیسی تو وجود منه شالوم از من گرفته میشه، او شالوم داره، ناگفته نمانه. عیسی و رئیس اسرائیل خارج نشد، احتیاج نداره، هر سعیر مال اوه، هر سعیر ادوم، جایی که هفتا ملخیم دنیای شویرت که ایلیم رو تعریف میکنن،
هفتا ملخ و هر هفتا مردن. تا هشتمی آمد ملخ حدر ممهی خدش آدم خدش. یعقوب به ما یاد میده که چگونه این خیدوش خداش بشه. اون فکریست ایش اوهلیم، اوهلیم میشه الوهیم، همون حروف. یعقوب میدونه که این دنیا دین درست شده، دین هست، الوهیمه. بعد این الوهیم رو بکنه یود هی وف هی رحمیم. اگر یود که وف که الوهیم رو با هم جمع بکنیم میشه 112 معبر یبوک. واسه این یعقوب از معبر یبوک رد شد، شد اسرائیل. کسی که بتونه اول کتموت، اول به گدلوت، اول که میشه الوهیم، یعنی اول طبیعت رو بفهمه، بشناسه، وجود خودش رو آشنا بشه، استعداداش رو، ضعفاش رو، تکلیف خودش رو ببینه، از کجا اومده به کجا میره. این گدلوت اوله. بعد شروع میکنه به تعالی و بهتر و بهتر و بهتر تا بشه زکان. از جوانی میرسه به زکان، به تکامل میرسه. این تکامل زندگی کیه؟ یعقوبه. 17 سالش توی مصر زندگی عالی کرد، ولی 130 سال، معادل 130 سالی که آدم خطا کرد، زندگی پستی و بلندی داشت. ولی آخر ما حاصل زندگی او 12 صدیق و یوسف صدیق. گوفی که خداوندش میگه تن امثل یعقوب به خسد لابراهام، چون دنیای خسد میخواد درست کنه. حالا 13 میدوت داری. یعقوب درست شده از 7 شما کدوش یود هی و پی. 7 و 26 تا میشه 182 تا یعقوب. یوسف صدیق که گفتیم کامل کردن گوف یعقوب رو نشون میده. یعقوب تیکون گیلوی ایروت رو انجام نداد، تیکون گیلوی ایروت رو کامل کرد یوسف صدیق با اشت پتیفور. پس یعقوب و یوسف یکی هستند. اینجاست که عرب ابو خسیرا در مخسوف لبن، واسه این ایشون این کتاب رو گذاشتن اسمش رو مخسوف لبن، چون یاد میگیریم که چگونه طبیعت خود رو، در صورتی که میگن طبیعت رو نمیشه عوض کرد. چرا شکل و شمایلشش رو میشه عوض کرد، میشه کنترلش کرد، مثل رودخونه خروشانی که طبیعیه، ولی آدم یاد میگیره آبش رو چگونه نگهداری کنه و به نحو احسن استفاده کنه. اینجاست که حرف تو این قسمت میگویند، میارن از اوودیا پرک الف یودخت، و هیا بیت یعقوب اش. بیت یعقوب، وجود یعقوب، نیروی یعقوب یا آتشه، یک آتش. مثل این که یه فکری تو کله آدم گر میگیره، یا آتش. و بیت یوسف لحوه و بیت عیسیو لکش. میگه این نیروها چیه در وجود آدم؟ میگه واقعا عیسیو اون کش، اون کاهه، و یوسف اون گره آتشه، و یعقوب خود آتشه. این موقعی است که یک فکر قدرت پیدا میکنه، قدرت پیدا میکنه. آتش خاصیتش چیه؟ آتش دینه، که وروته، که سر به کشون آتش استفاده کنه، نه جهت این که دنیا رو بسوزنه، ارا وجودش مثل یه شمع
بسوزه که این آتش میخواد به بالا به خدای خود، به اصل خود، به مصب خود وصل. اینا نیروهای یعقوب، یوسف، یوسف اون شعله گور آتش یعقوب، آتش عیسی رو چرا گذاشته اونجا؟ که ما عیسی رو استفاده کنیم. عیسی توکفه، عیسی قدرت، واسه اینه گفت ید، ید عیسی، یعنی ید عیسی رو نبکشیش. خدا هم اجازه نداد تا آخر عیسی رو بکشی، یا موشه بره تسلط کنه هر سعیر رو. در حقیقت موقعی که خداوند آمد تورا رو به قوم یهود بده، اول رفت پیش اشمائیل و بعد رفت پیش عیسی. هر سعیر قبل از این که بیاد پیش اسرائیل و تورا رو به پیشنهاد کنه به اسرائیل. البته هر دو گفتن ما نمیتونیم این کار رو انجام بدیم، باید بدی به یعقوب ایش اوالی ایش امه. هر دو قبول کردن. واسه این تورای بلپه و تورای بختب مال یعقوبه. واسه این یعقوب دو زن داره، دو خواهر داره به اسم لاعه و رخل، مثل کین و هبل. هبل با دو مؤنث اومد، کین با یک. کین همین رول کی رو بازی میکنه؟ عیسی. هبل رول کی رو بازی میکنه؟ یعقوب. همون رتبه ها هستن. الان آدمه، یعقوبه، در مقابل ستن عیسی. چون عیسی مأمور ستانه درون یک اسرائیل، عیسی یه چیزی نیست در بیرون. اگر چیزی در بیرون هست، به خاطر اینی که درون من مسببش بوده، من صاحبشم، من اجازه دادم یک همچین نیروی پلیدی درونی بیرونی هم جایی پیدا کنه و مقام پیدا کنه که بیاد دنبال خود من. این من بودم. هر اشکالی که دارم، هر گرفتاری با 70 ملت دارم، مسببش منم. چون وجود من نتونسته اون کاراکتر و شخصیتی که باید تصحیح کنه، که منشأش از اون عیسی به خودخواه ستان، نخش. حالا خیلی ها میگن این نخشه چرا اینقدر پس احترام به پدرش میذاشت؟ دنیای بیرونی، دنیای بیرونی. من میتونم شکلهای مختلف از خود نمایان کنم که با دنیای درون کاملا فرق داره. این عیسیه. عیسی خود از پدر خودش یک برخا میگیره، ثروتمند میشه، بسیار بسیار با همون یه برخا. منتها میبینیم که در آخر پاراشای هفته پیش ختم میشه با 12 حرف، ولی در این پراشای که این هفته میخونیم و ویشلخ یعقوب ملخیم لفنب، درست شده از 11 حرف، از 11 کلمه. صحبت داره میکنه که 12 مخنه شخینه است، 11 نیروی کلیپه است. و اینجاست داره به ما نشون میده که چگونه یعقوب میتوانه با عیسی رو در روشه و به کار و زندگی خودش ادامه بده، تا یواش یواش اون واو عیسی رم اسرائیل بتونه اون امتی که هنوز که تورای بلپه است، اون تورایست که هنوز ظاهر نشده، اون نوریست که هنوز توی کلیپاست، که باید با هیلگری از ستان گرفت. نمیتونی مستقیم بگیری، با هر کسی باید
سلطنت توی خود آدمه و آدم باید یاد بگیره چگونه با هیلگری این نخش ما را از وجود خودش سور میرا این را رو بیرون کنه. و موقعی که وو ایساب را از ایساب بگیره یعقوب اش خاکستره. و سینی میگه و هیا بیت یعقوب اش و بیت یوسف لحباب و بیت ایساب لکش به دلکو و هم و اخولم. יוסף שהוא הביאה שהביאה הוא העיקר לדילקט עשיו. יוסף הצדיק יעני צ'י אום כסי כעת חודש רובה חודה נגח מדרה חיונת נמיקונה מנזור פקר הדפש اینی که ملخوت الهیت رو در این دنیا تثبیت کنه چون وظیفه و تکلیف یک صدیق اینه که عامل باشه، سینور باشه، وسیله باشه که نیروی الهیت ملخوت الهی در این دنیا پایدار و مستقر بشه، همون جوری که یوسف کرد، آماده کرد، قدرتی داد به اسرائیل در مصرایی در دنیای تاریکی، در دنیای جهل اون قدرتی داد که اسرائیل بتوانه مثل یک نور جرقه بیاد از تاریکی بیرون یتیاد اسرائیل. و اون میگیم محصولی که تونستیم از مصر بیاریم بیرون، حاصل این محصول روش هشانه است. اون زحمتی که میکشیم از این روش هشانه تا این خنوکا، از خنوکا شروع میکنیم که این نیتسوسوس جرقه ها رو جمع کنیم، اون ثروتی که میخوام اضافه کنم که محصول زیاد زندگی من زیاد بشه. با چی؟ با تزکیه کردن عیسیو اون خودخواهی که قبول نداره عوض شه، هر دری میزنه که عوض نشه و نمیخواد یعقوب هم موفق بشه. حسین به یعقوب گفت یعقوب بیا با هم بریم، قبول، با آشنا، با هم دوست، برادری، بیا با هم بریم این ارث اسرائیل را تقسیم کنیم. یعقوب بهش گفت نه 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 نه، من این بچه ها رو دارم، این بچه ها رو. توجه کنید چه درس زیبایی تو را به ما میخواد بده. در پسوک لامد، در فصل لامد گیمل پرشای و اشلخ پسوک هی در ابتدا و ایسایت اناب، اینجاست که عیسیو اومده و تعظیم کرده بهش یعقوب، احترام بهش گذاشته، هدیه براش فرستاده، بعد گریه کرده، گلو به گلو رفتن، بغل کردن هم دیگه رو، بعد هم گفته بیا من فامیلمو به تو معرفی کنم. برمیگرده نگاه میکنه ببینیم فامیل کیه، نگاه میکنه و ایسایت اناو، چشاشو بلند میکنه و ایرات نشیم میبینه واو این چهار تا زن داره و تا یلدین، نگاه میکنه میبینه یازده برخا بچه داره و یومه و میگویه میله. سوال تو فکر میره میله. الانی که میتونیم ایساو رو بشناسیم، لغت میله از هم جداست. می رو از اله جدا کرده. ایساو این کار رو میکنه. اله که کتر خخمه بینای الوکیمه رو جدا میکنه از زیرمپین به ملخود، یعنی نمیخواد اجازه بده که زیرمپین و ملخود ادونای و ویا با هم یکی بشن، هویا ظاهر بشه. بس این اینگه می اله اینا کیه؟ لخا، من معذرت میخوام، لخ معنف یعنی چی؟ چرا یعقوب مؤنث نیست؟
چرا یعقوب رو لخ صدا میکنه، مؤنث صدا میکنه؟ بزرگترین فکر، فکر عیسی چیه؟ میگه به عنوان مؤنث پت تو گیرنده ای، تو اینو اینا رو همه درست کردی، تو که میگی ایش الوهیم هستی، روحانی هستی، چهار تا زن گرفتی، اینقدر ثروت و گوسفند با خودت آوردی که به من اینقدر هدیه میدی، یا زت و بچه آوردی، چه خبره؟ این عیسابه، این حرف عیسابه، چه خبره؟ نیله، من فکر کردم که تو روحانی هستی، یه زن کافیست. به یومر و اینجور میگه هیلادیم اشر نتن الوهیم ات عبدیخا. من این کارها رو بس خودم نکردم، بر ضد تو که اسم الوهیم رو پاره کردی، همین جوری که پای کوه موقعی که خداوند ده کلام رو به اسرائیل داد، این ارفراب بود، اون نیروی پلید تو بودش که اومد گفت ال الوهیخا اسرائیل، به گاو و خر نگاه کرد و گفت ال الوهیخا اسرائیل، ولی من نگاه میکنم به الوهیم. ببینین اینجا یعقوب از عیسیو نمیترسه، چون میدونه جنگ کرده با صاحبش، از یعقوب نمیترسه، ولی نمیخواد از یعقوب هم دشمن درست کنه. برای همین در جواب به یعقوب میگه، یعقوب به عیسیو میگه ببین بچه ها یواش میان، من یواش یواش به خاطر بچه ها، در این قسمت هر سال پیش خوندیم سه تا از رگلیم رو تعریف میکنه، یعنی به ما اینجا یعقوب یاد میده که به وسیله سه تا رگلیم، پسخ، شبوت و سوکوت، من قدرت اینو دارم که اون عیسیو رو استفاده کنم که اش، که کش، مثل کاه که یک آتش و ظلمتی به وسیله نیروی یوسف صدیق و یعقوب، ال تولدوت یعقوب یوسف، حاصل زندگی یعقوب و یوسف چیه؟ اسرائیلی که یهود میکنه، قدرت اینو داره بگش ما اسرائیل ادونای الوهینو ادونای اخد، این یهود رو به نفع سن، به خاطر اینکه وجود و تنش 248 عضو بدنش درست شده از 248 میتوت معصه، 365 رگی که در وجودش هست درست شده از 365 میتوت لو معصه انجام ندادن، به این وسیله تورا رو در وجود این تن یعقوب و یوسف مستقر کردند و نمودار این نیروی شدند که یک اسرائیل میتونه بهش وصل بشه، یعنی به عبود، و به این وسیله به اصلیت و ماهیت دنیای بالا دسترسی پیدا کنید به عزت هشم. اینجاست که میگوید عیسیو ادا می اویو شعیکر کدوشا شل ادم تلویا به اوت بریت کدوش. عیسیو میدونست که از همه چی مهمتر این عهدیست که خدا من با بریت میلا انجام دادن بریت میلا با خدا میبنده، وارد دنیایی میشی که پتانسیل میتونه به گدلوتی برسه، به تکاملی برسه به اسم اسرائیل. هکدوشا هیتیرا به زش گم این اشتو ید نهگ به کدوشا کدش یوینو یه کدوشین. برای همینه
این کدوشا نمیتونه فقط مختص مرد باشه یا زن. زن و مرد باید با هم خونهی بسازن که این کدوشا در خانه مستقر بشه. جور دیگه این نیست. باید خانه باشه. باید زن، مادر و پدر باشه. باید فرزندان باشن. اول این میکوین که این لملوت یترو، ولی اگر من میخوام خوی و طبیعت خودم رو اقناع کنم و راضی کنم، یعنی به خودخواهی خودم برسم، اشکال چیه؟ نگاه کنید، ما یه سر داریم، یه فکر داریم، ولی موقعی که میاد توی دنیای تن، ما دو تا قلب داریم. یکی این قلبی که طرف دست چپه، یکی هم جیگر ماست که پایین دست راست. این جیگره مکان و مقر عیساویست که در وجود ماست. جیگر واسه اینه پشت و رو داره. جیگر عیسابم پشت و رو داره، روش با باباش کبوده، واسه اینه کبد بهش میگیم. کبد یعنی چی؟ یعنی جیگر. کبد میگیم خف بت دلت میشه 26 شمکدوش، یه دل، این ته دل منه. منتها پشت این جیگره همه میدونیم یکی سه صفراییست که زهر سیاهی توش هست، اون زهر ماره، واقعا زهر ماره، آدم رو میکشه، باعث مرگ آدم میشه. پشت عیسابه، عیساب فکره پشتش اینی که اسرائیل رو بکشه، هیچ حرفی توش نیست، هیچ شکی درش نیست، چون عیساب از دنیای آینده نداره. ولی عیساب دارای یه قدرتیه مثل یه کاه برای آتش که گر بگیره. خداوند به من میخواد یاد بده که چگونه این آتش درونی رو جهت یخود شدن به او وحش شدن و تکامل و تعالی پیدا کردن، چون باید هم شکل او بشه. واسه این داده یعقوب و یوسف، یعقوب 7 یود هیوافه، یوسف 6 تا یود هیوافه. یعقوب و یوسف نمودار 13 میدوت رحمینی هستن که فکریست که شروعش یعقوبه، تنش درست شده از یک سولامی، از یک نردهی که پایین این تن یه صدیقه، بالای این یه شمه یود هیوافهیه و اینها بریت رو به حد کمال، این تن رو چکار کردن؟ به حد کمال صداقت مجریان که ملخین برن بالا و بیان پایین، یعنی تیکون اولام رو به تکامل برسونن. مثل قلبی که میره بالا و پایین، اینجا این حرکات یوسف و یعقوب در وجود ساختن این تن اینقدر عمل میکنن، وصل میشن به دنیای یوت هی و هی و از دنیای تورا نیرو میگیرن که این بدن که بدن بنی اسرائیل به تکامل برسه، که اسرائیل به اون نقطه که بهش میگیم ادونای ملک، ادونای ملخ، ادونای ملوخ، زمان مشیخ رو بزرت هشم ببین. حال در اینجا که صحبت میکنیم، گفتیم اول این مکون که این لملوت یترو، دقیقی که من میخوام برم که ارضای خاطر شخصی خودم بکنم، فکر میشه فکر عیساف، یادم میشه یاد عیساف. اینجا یعقوب هیچ کار نمیتونه بکنه، چون من تصمیم گرفتم فکرمو بدم دست عیساف. چرا؟ چون حق فکری که من دارم میام، گفتیم این فکر باید فکری باشه که با تورا بخونه، با 13 میدوت تورا بتونه اندازگیری بشه. ال رخون و خنون، ار خپاین و رف خسد و امت، از نیروی خسدی درست بشه به اسم ال. ال که ابراهمه، ابراهم رف خسد 8 ال توشه، پس با ابراهم
تا برسه به اسحاق. اسحاق نوسه خسد لعلفیم نوسه عوان و پشا و خطا و نکه. مزل الیون مزل تختون. رفقه مزل پایینه. اسحاق مزل بالاست. اینجاست که نشون میده چگونه این نکوه رو درست کنه. این تیکون یعقوب و یوسف رو انجام بده. تیکون یعقوب و یوسف نوسه خسد لعلفیم نوسه عوان و پشا و خطا و نکه. این تیکون تکامل 13 میدوت رو پیاده میکنه، 13 مزلوت رو پیاده میکنه که حاصلی که میگیرم اینجوری که خداوند موشه ربینو اذعان کرده که هر کسی این 13 میدوت رو بتونه صدر بده در افکار خودش، در تصمیم گیری خودش، در خلقت تولدات خودش، در محصول و حاصل زندگی خودش. همین جوری که ربی اشمایل رو که میخونیم تو تفلای شخرید 13 میدود بروخ شامر 13 میدود و اشتبخ 13 میدود عالم بریا. با این 13 میدود صدر میدیم و اون شکل رو درست میکنیم که مورد خن الهیت قرار بگیره. لو یو بنو کدوشین خشب شما یعقوب خس به شلوم لملو تعوت اسا کل زه. پس نشون میده که عیسی دنبال تعوت، چون اون کسی ری که اونجور قضاوت میکنه یعنی خودت اونجوری هستی. من موقعی که یک نفر رو قضاوت میکنم چون اون کرکتری که دارم میبینم باش آشنام، چون تو وجود من هست. اگر تو وجود من نیست چگونه شناسایی کردم که در وجود دیگری هست؟ پس واقعا موقعی که کسی رو قضاوت میکنم باید یادمون نره موقعی که این انگشت رو به کسی نشون میدیم یکی به اون طرفه، ولی سه تا انگشت به طرف خودمه. یکیشم میخوام خدا رو مقصر بدونم، ولی نمیدونم که من بیشتر از خدا و بیشتر از کسی دیگر مقصرم. اینجاست که به یعقوب تذکر میدی که آیا این تمام این کارهایی که اینجوریه؟ گفتیم یعقوب هم میگه نه، من این برنامه ها با من صدق نمی کنه. ما یه لب داریم، میگیم لب قلبه، خیلی قشنگی در میاد. لب میشه 32. کبد 7 بداله میشه 26. 26 و 32 رو با هم جمع بکنیم میشه 58. نوح متخن بینه ادونه. نوح نیروی بسیار بسیار زیباییست برای خداوند. چه موقعی میفته که این قلبه با این قلبه، دوتا قلبا، چه موقعی که شمای سر میخونیم میگیم و هفتت ادونای بخول لبویخا، یعنی دوتا قلبای من، یعنی هم عیسی و هم یعقوب با هم یکی شدن و عشق به خدا نشون میدن. من چجوری میتونم عیسی رو درست کرده باشم، عوض کرده باشم؟ بستگی داره به دیشبم. وقتی که رفتم خوابیدم، اون مقداری که تشوبه کردم، اون مقداری که تصحیح کردم، اون مقداری چیزهایی که فهمیدم تو زندگی قابل تصحیح و تصحیح کردم، میتروتی که خوب بوده انجام بدم انجام دادم، اون کار نیکی که خوب بوده بکنم کردم، اون درس تورایی که خوب بوده بگیر یاد بگیرم یاد گرفتم. آخر شب میخوام بگم به یده خفکید روخی از این دنیا برم و نشامم بره بالا. به این میگیم تشوفه، میره بالا، برمیگرده بالا. اون مقدار از عیساویست که از خود کم کردم هر روز، تا اینکه این عیساوه
کلیتش تبدیل میشه به خاکستر. چی باقی میمونه؟ یعقوب سیکرت یودش یه خود، یعنی وصلت، یکی شدن با امت، عینش انوا. تنها جوری که میشه با عیسی جنگید انوا باشی، فروتنی. اگر این نیروی فروتنی نباشه، کوفش که کدوش هست به وجود نمیاد. چون یه خود شدن درسته، ولی باید بدونم میخوام وصل بشم به خدای خود. اگر این شناسایی خدا که اون عظمت و اون ابهتی که من رو توی بخت میبره در من تأثیر نکرده باشه، فروتنی در وجود من آشکار نمیشه. این بخت الهیست، این پخد ایسخاکه که در وجود اسرائیل، همونجوری که قسم خورد به پخد ایسخاک یعقوب، چون پخد ایسخاک تو قلب یعقوب هست و اون پخد ایسخاک، اون یرعای ایسخاک با سبب شد که یعقوب اون قدر عناق بشه که به خدا بگه کتمتی، که من کوچیک از این همه خسدی که تو به من نشون دادی، از من 22 سال نگهداری کردی. این فروتنیست. این باعث شد که به او قدرت بده که با ملخ موت بجنگه، که دوشا بگیره، براخا بگیره. اکی؟ هم ملخ موت. الان براخا داده شد به کی؟ به یعقوب. به تن داده شد، ولی به پاها، چون از پا، از این گید نشه، از اون سیاتیک نرو به پایین ملخ زد. اونجا نمودار کیه؟ بنیم. جزئیات. ساتان هنوز تو جزئیات زندگی ماست. ساتان هنوز تو جزئیات درونی وجود ماست. این نیروی خودخواهی. در صورتی که اگه بتونم این نیروی خودخواهی رو تبدیل کنم به نیروی عشق و شراکت و احسانیت و امت، با امت دیگه ترسی تو دنیا نیست، دیگه قصه ای تو دنیا نیست. اگر من بتوانم این وجود رو بشناسم با شناخت استعدادهای خوبی که خداوند در وجود من گذاشته، بدونم که چاره من اینه که وصلشم به امت یعقوب، یوسف، و بخوام که حاصل زندگی درست شده باشه از محصولات فراوان و حاصل محصاله زندگی من زیبا، شگفت‌انگیز، پر از خاطره های زیبا، پر از میوه های شیرین و شادی. چرا نه؟ چرا نه؟ نمیتوانیم و نباید مستحق یک همچین زندگی باشیم در این دنیا، نه در اون دنیا، در این دنیای حاضر. درس ما به امید خدا نگفته نماند. شلخ میشه 238 338 13 مرتبه یود هی و هی 13 میدوت رحمی به زرتشم نگفته نماند. همجوری که گفتیم صبح برخای خنوکا درست شده از 13 کلمه، از الان و تا آخر تورا به ما درس یاد میده که چگونه این 13 میدوت رو بتونیم صدر بدیم که یه سیاه میسرائیم
باشه با ثروت فراوان. آمین که نیرتون. آرزوی سلامتی، موفقیت و شادی یکی که شما را آرزو مندم. شالوم بر همگی.